بدون تردید کپسول ضد ریزش فیتوفانر محبوب ترین محصول خوراکی ضد ریزش تو این روزهای بازار ایرانه امروز میخواییم راجع به این محصول صحبت بکنیم سلام امیدوارم حالتون خوب باشه ما تو کانالمون راجع به پوست مو صحبت میکنیم و امیدوارم که این ویدیوها به دردتون بخوره خیلی خوشحال میشم از اینکه کانال ما رو سابسکرایب کنید لایک بکنید این ویدیو رو و اگه فکر میکنید ممکنه به درد اطرافیانتون بخوره لینکش رو برای ایشون هم بفرستین تا اونا هم بتونن استفاده بکنن کپسول فیتوفانر کپسول تقویت مو و ناخن فیتوفانر معروفترین و محبوبترین محصول خوراکی ضد ریزش تو این روزهای بازار ایرانه من همین اول ویدیو بگم فرض من برای تمام این صحبت هایی که تو این ویدیو می کنیم اینه که شما به محصول اصلی دسترسی دارین و اون محصولی که داریم می فیک نیست پس این رو توی ذهنتون داشته باشین تو جای جای این ویدیو وقتی صحبت از کپسول فیتو میشه طبیعتاً در رابطه با نمونه اصلی صحبت می کنیم و فرض ما اینه که شما نمونه اصلی رو دارید من اولش توضیح بدم که اساسا شرکت فیتو یه شرکت فرانسویه کارش تولید محصولات موییه انواع شامپوها، ماسک مو، اسپری های مختلف، آمپول های ضد ریزش و در نهایت مکمل خوراکی ضد ریزش و تقویت کننده مو خیلی محبوبه، خیلی پر فروشه و خیلی سوالات زیادی هم راجبش وجود داره من سعی میکنم یه مقدار از اینا رو توضیح بدم و در نهایت مدل های مختلفش هم یه مقایسه با هم میکنم قبل از اینکه اصلا به فیتو بپردازیم من راجع به الگوهای ریزش موی مردان و زنان لازمه که یه توضیح کوچولو بدم الگوی ریزش مو توی مردان آندروژنیکه یعنی به صورت ژنتیکی ریزش اتفاق میفته توی خانم ها الگو آندروژنیک نیست بلکه دلایل دیگه ای داره عمده آقایونی که مراجعه میکنن برای فیتو در واقع دو نوع دو طیفن یک تیفین که ریزش اتفاق افتاده مثل من یا اینکه در شرف اتفاق افتادنه میخوان جلوشو بگیرن توی این جور افراد تجربه نشون داده که فیتو خیلی تاثیر بالایی نداره بی تاثیر نیست روند ریزش رو کند میکنه ولی در نهایت جلوگیری نمیتونه بکنه از ریزش طبیعی ام هست طیف دوم آقایون افرادی هن که مثل من بودن رفتن ایمپلنت کردن یعنی مو کاشتن کسانی که مو میکارن فیتو روی موهاشون به شدت خوب جواب میده یعنی اون موهایی که کاشته شده رو قطعا جلوگیری میکنه از ریزشش و خیلی کمک میکنه که پایداری این موهای این شده بالا بره پس تو آقایون هم اون افراد دوم خیلی رضایت بالاتری دارن تو خانم ها ولی داستان متفاوته تو خانم ها الگوی ریزش فرق میکنه یا دلایل هورمونی داره یعنی مشکلات هورمونی داره یا به خاطر استرس یا به خاطر در واقع فقر یه سری ویتامین ها مثل گروه ویتامین های بی زینک و یا آهنه توی جامعه آماری که من دارم تو فروشگاه خودم من تا به حال نزدیک 600 700 تا از این کپسول فروختم چیزی حدود 300 400 نفر تا حالا اینو از من خریدن اه... تقریبا میتونم بگم بالای 95 درصد خانوم هایی که از فیتو استفاده میکنن راضی یعنی اثر بخشیشون براشون بسیار عالی بوده کاملا جلوگیری کرده از ریزش مو و ترغیب شدن که این مصرفش رو ادامه بدن یعنی انقدر موثر بوده تو آقایون دسته اول اثر بخشی در حد 20 سی درصد بوده ولی تو دسته دوم آقایونی که این پلنت کردن هم اثر بخشی بالاست یعنی بالای 90 درصد اونها رضایت دارن و مجددا خرید میکنن پس شما بهتره به عنوان یک کسی که دارید به خریدن فیتو فکر میکنید این آمار رو بدونید خب حالا میرسیم به اینکه اساسا این فیتو چیه فیتو یه مکمل خوراکیه تشکیل شده از یک سری روغن های مختلف ویتامین های مختلف که اه, کمک میکنه به اینکه سطح در واقع ویتامین های بدن شما زینک، ویتامین سی، گروه ویتامین های B، اومگا 3 اومگا 6 اینا بالا بره و کمک بکنه به اینکه ساختار فولیکول های موی شما قوی بشه، مو ریزش نکنه. اه, توی مصرف فیتو چند تا نکته رو باید بدونید. اولا که دوره مصرف این محصول چهار ماه هست برای همین هم شرکتش دو تا شیشه توی یک پک قرار میده یعنی هر شیشه 120 عدد کپسول داخلش داره 120 تا دا کپسول داخلش داره که برای مصرف دو ماهه یعنی دوره درمان چهار ماه هست به خاطر همین هم دو تا شیشه 120 عددی دو ماهه داخل یک پک قرار داره آیا میشه کامل ادامه داد یعنی بعد چهار ماه هم ادامه داد خیر شما چهار ماه مصرف میکنید چهار ماه باید استفاده نکنید و مجددا اگه خواستید بعد چهار ماه شروع میکنید آیا مصرفش تو خانم های باردار و شیرده مجازه مجازه به شرطی که پزشکتون تایید بکنه یعنی این چیز ممنوعی نیست ولی پزشکتون با توجه به در واقع جدول ترکیباتش و عدم تداخل با داروهای دیگهتون و اون آزمایشاتی که شما داریم براتون اینو ممکنه تایید بکنه ممکنه از تایید نکنه یه هشدار مصرف داره که توی سایتش و جاهای دیگه نوشته نشده من اینو تو ریویو های یکی دو تا سایت دیدم که افراد نوشته بودن اونم اینه که افرادی که به گلوتن حساسن این محصول رو نباید بخورن خب حالا میرسیم به این که اینا چرا انقدر از نظر ظاهری با هم متفاوتن چرا مثلا یه کپسول اینجوریه کارتونش یک کپسول اینجوریه نوشته هاش متفاوته یک کپسول اینجوریه یکی دیگهش اصلا برای کاناداست یه جور دیگه نقره‌ای نقره رنگه چرا اینا با هم متفاوته اولا اینکه اینها مثل هر محصول دیگه ای برای بازارهای مختلف ممکنه تولید بشن و همین تولید برای بازارهای مختلف باعث میشه اینا یه سری به لحاظ ظاهری متفاوت باشن گفتم حالا عکسشو میذارم محصولی که برای کانادا تولید میشه اصلا به لحاظ ظاهری ظاهر شیشه و ظاهر این جعبه با هم متفاوتن یا محصولی که برای کشورهای عربی تولید میشه کشورهای حاجی خلیج فارس خاورمیانه یا اینا تولید میشه اون اصلا اینجوری نیست که دوتا بستی بسته ای باشه که دوتا از اینا داشته باشه بسته های وکیوم ستاییه که در واقع هر یه رو مثلا طرف میخره هر وقت که بخواد من توی فروشگاه هم همه این مدل ها رو فروختم همون کانادایی رو هم فورمویس و هم یک به یک آفر و هم عرب نویس و همین مدل جدیدی که ترین مدل همه رو فروختم و همهشون هم اثر شون یکیه هیچ فرقی با هم نداره از نظر قیمتی با هم فرق میکنن و ولی به لحاظ اثر بخشی واقعا تفاوتی ندارن اون چه که شما باید براتون به عنوان یک مصرف کننده مهم باشه چه تو فیتو چه تو بقیه مکمل های خوراکی در واقع شکل ظاهری نیست شما به هر حال دارین از یه جای اصلی یه جای معتبر دارین محصول اصلی تهیه میکنین دیگه اون چیزی که باید براتون مهم باشه تاریخ تولید محصوله ببین هر چقدر تاریخ تولید محصول جدیدتر باشه ارزش خریدش بیشتره چرا برای اینکه ما نمیدونیم اینا تو چه در واقع شرایطی حمل و نگهداری شدن پس لازمه که این ریسک رو به حداقل برسونیم دیگه چطور میتونیم به حداقل برسونیم با خریدن جدیدترین تاریخ تولید گرونتر براتون میفته ها یعنی مثلا شما اگر بتونید محصولی که یک سال قبل از این تولید شده در 2023 تولید شده طبیعتا 300 400 هزار تومان از 2024 ارزونتره یا اونی که تو 2022 تولید شده 700 800 هزار تومان است 2024 قاعدتا ارزون تره ولی قابل مصرفه ولی ریسک داره دیگه ما که نمیدونیم این ممکنه گرمای بالای 45 درجه رو دیده باشه این محصول ممکنه سرمای منفی 15 درجه هم دیده باشه ممکنه اون اثر بخشیش از بین رفته باشه اساسا پس شما این ریسک رو باید کم بکنید و جدیدترین تاریخ تولید رو بگیرید تاریخ تولید محصول هم زیرش درج میشه به اضافه بچکوت بچکوت زیر این جعبه چهار عددی هم نوشته میشه فیتو خیلی محصول خوبیه به شرطی که اصلیش رو استفاده بکنید به شرطی که درست ازش استفاده بکنید و صبور باشید امیدوارم از این ویدیو استفاده بکنید و به دردتون بخوره خیلی متشکرم از اینکه این ویدیو رو دنبال کردین به امید دیدار شما در ویدیوهای آینده خوب و خوش باشید